Ambassador Smith, thank you for taking the time to talk to us. جناب سفیر، از اینکه وقت گذاشتید با ما صحبت کنید سپاسگزارم. آقای اسمیت، شما بین سالهای 2009 تا 2013 به عنوان دیپلمات ارشد آمریکا در عربستان سعودی خدمت کردید و قبل از اون هم مدتی به عنوان خلبان و فرمانده نیروی هوایی در منطقه جنگیدید. چرا ایالات متحده به روابط خودش با عربستان اهمیت میده؟ Well, there are any number of reasons why it's important. از دعوت شما سپاسگزارم. خب دلایل زیادی هست که چرا مهمه، اما بیایید فقط بر منافع ملی ایالات متحده تمرکز کنیم. قطعا جریان آزاد منابع سوختی از منطقه مهمه. From the region is important. The United States does not need Saudi oil. آمریکا به نفت عربستان نیازی نداره. ما به اندازه کافی نفت داریم. اما متحدان ما به نفت عربستان نیاز دارند. متحدان ما در اروپا و آسیا به شدت به جریان آزاد انرژی از منطقه وابستند، پس این مهم است. The US Navy is the only navy in the world that can guarantee the freedom of navigation in international waters. آزادی دریانوردی مهمه. نیروی دریایی ایالات متحده تنها نیروی دریایی در جهانه که میتونه آزادی دریانوردی در آب‌های بین‌المللی رو تنظیم کنه. بنابراین اگر اجازه بدیم تنگه هرمز بسته بشه، سابقه ایجاد خواهد شد که بر مبنای اون سایر آبراهای بین‌المللی هم ممکنه بسته بشه. مثلا تنگه مالاکا میتونه بسته بشه. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین هر سال رزمایش‌های بسیاری انجام میده. تمرکز خیلی از این رزمایش‌ها بر آزادی دریانوردی in the event we have to do future military operations. پس این اتحاد نظامی بسیار مهمه. برای ما این نکته مهمه که پایگاهی داشته باشیم تا اگر مجبور شدیم در آینده بتونیم از اونجا عملیات نظامی انجام بدیم. Having a base of operations to be able to focus on Iran, both kinetic and non-kinetic, is hugely. ایران یه چالش واقعی است. جمهوری اسلامی ایران رقیب ایالات متحده، رقیب اسرائیل و رقیب عربستان سعودی است. بنابراین داشتن پایگاه عملیاتی برای تمرکز بر ایران، چه فعال و چه غیر فعال، بسیار مهمه. حالا که ما از منطقه خارج شدیم، بسیار مهمه که به حفظ اتحاد کشورهایی که قادر به دفاع از خودشون هستند کمک کنیم. And there are other issues like human rights, women's rights. بنابراین استقرار یک سامانه یک پارچه پدافند هوایی مهمه. این مهمه که ما اونجا باشیم تا به نگهداری ازش کمک کنیم. مسائل دیگری هم هست، مثل حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مذهبی. اگر اونجا نباشیم نمیتونیم روی بحث در مورد این مسائل تاثیر بذاریم. بنابراین رابطه ما با کشورهای منطقه بسیار بیش از نفت رو شامل میشه. ایران احتمالاً در صدر فهرست مسائل مورد توجه قرار داره. حمایت ما از اسرائیل و تلاش برای ایجاد روابط مثبت بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان دادن به جنگ در یمن و دادن تمرکز بر کمک‌های اقتصادی به یمن از جمله این موارد دیگه هست. So President Biden is going to Saudi Arabia. سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی شامل دیداری از اسرائیل و کرانه باختری و سپس جده است. به نظر شما آیا این سفر مرحله تازه از پیمان ابراهیمه؟ It could be. And I would hope so. میتونه باشه و من امیدوارم که اینطور باشه. زمانی که امارات با پیمان ابراهیم موافقت کرد، این نکته خیلی مهمه که سعودی ها هیچ اعتراضی نکردن. Which means that they had no disagreement with the Abraham Accords. یعنی عربستان سعودی هیچ مخالفتی با پیمان ابراهیم نداشت. منتها تا زمانی که نتونیم راه حلی در مورد مسئله فلسطینیان پیدا کنیم، اونها پیمانی رو امضا نخواهند کرد، چون حل مسئله فلسطینیان براشون خیلی مهمه. البته مطمئنم که به دیپلماسی پنهانی با اسرائیلی ها ادامه خواهند داد. ایران هم برای سعودی و هم برای اسرائیل یک تهدید به شمار میره. از قدیم گفتن دشمن من دوست منه. خب امیدوارم بتونیم این رابطه رو که نسبتا ضعیف تقویت کنیم و به رابطه قوی تر تبدیلش کنیم. اما پیمان ابراهیم به موضع فلسطین نپرداخته و سعودی ها اولین کسانی هستند که بهتون خواهند گفت باید بهش رسیدگی بشه. آیا فکر میکنید این اتفاق در زمان ملک سلمان رخ بده؟ King Salman is one of the most adamant. ملک سلمان یکی از سرسخت‌ترین مدافعان حل مسئله فلسطینه. من یاد دارم که بارها گفته که اسرائیل یک عمل انجام شده است. ما با اسرائیل مخالف نیستیم، اما باید تکلیف فلسطین هم مشخص بشه. We don't disagree with Israel, but so is Palestine. And I remember him saying those words.
یادم میاد که دقیقاً همین کلمات رو به کار برد. بنابراین من مطمئنم تا زمانی که در مورد مسئله فلسطین راه حلی به دست نیاد، ملک سلمان تا زمانی که پادشاه موضعش همین خواهد بود. چون فلسطین آخرین کارتی است که سعودی ها دارن. فکر میکنید پیوستن اسرائیل به مجموعه سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، به یک پارچگی نظامی منطقه کمک کرده؟ I don't know what it's actually done. I can only surmise. I have not. برای من همیشه عجیب بوده که اسرائیل جزو ستاد فرماندهی اروپایی معروف به یوکام بوده. منتها الان جزو سنتکام شده. همکاری بسیار خوبی بین این دو ستاد فرماندهی نظامی ایالات متحده وجود داره. بین سنتکام و یوکام. There's very good cooperation between those two military commands, CENTCOM and EUCOM. بنابراین فکر نمی‌کنم ما چیزی را از دست داده بودیم، اما مطمئناً حضور اسرائیل بر سر میز مذاکره با دیگر کشورهای منطقه در چارچوب سنتکام میتونه به بهبود ارتباطات و امکان گفتگو کمک کنه. Improve communications and allow for conversations. Do you think the politics of the به نظر شما سیاست امتناع از تعامل با محمد بن سلمان تا حدودی رد نزدیکی دولت ترامپ به ولیعهد عربستانه؟ I don't think so. فکر نمی کنم. در سیاست خارجی آمریکا مطمئن نیستم یک دولت عمدن در مخالفت با دولت قبلی مواضعی بگیره و کارهای انجام بده. در سیاست داخلی تغییر روش اتفاق میفته، ولی در سیاست خارجی اینطور نیست. It really has to do more with the response to عدم تعامل با بن سلمان بیشتر واکنش به قتل جمال خاشقجی بود و نحوه برخورد ترامپ با سعودی ها خیلی کمتر مورد نظر بود. You mentioned Iran a couple of times during previous questions. Can Biden administration can آیا دولت بایدن میتونه با جاه طلبی های منطقه ایران با یک سامانه دفاع مشکی یک پارچه بین کشورهای منطقه مقابله کنه؟ I think it can go a long way toward establishing a defense. من فکر میکنم برای ایجاد دفاعی مشترک خیلی کمک خواهد کرد. بیشتر ارتشهای منطقه بر بازدارندگی متعارف متمرکز شدند. یعنی اینکه من توان بیشتری از شما دارم، بنابراین جلوی شما را میگیرم. این استراتژی بیشتر اوقات کار میکنه. البته در مرداد 1369 در حمله صدام به کویت کار نکرد، اما به طور کلی به عنوان یک دفاع هوایی و موشکی یک پارچه جواب میده. بنابراین اگر ایرانی ها بخواهند به جای موشک شلیک کنند، این سامانه موشکشون رو ساقط میکنه و بعد میشه باهاشون برخورد کرد. مهم اینه که در جبهه دیپلماتیک هم تلاشای صورت بگیره. و الان شما میبینید که بعضی از این اتفاقات الان در عربستان سعودی داره میفته. و برای ایجاد روابط حسنه با ایران دارن گام هایی بر میدارن. من میدونم که این دو کشور صحبت‌های پشت پرده‌ای با هم داشتند. ایرانی‌ها قطعاً مایلند که روابط خودشون رو با عربستان از سر بگیرن. سفر حج برای ایرانی‌ها خیلی مهمه و سعودی‌ها هم با کمال میل راه رو باز خواهند کرد، به شرطی که دولت ایران به مداخلاتش خاتمه بده. به قول سعودی ها دخالتشون در امور منطقه. در این مورد این سعودی ها هستند که مذاکره خواهند کرد، نه ما. برای همینه که ما سعودی ها رو به پیگیری این مذاکرات تشویق میکنیم. کندی مذاکرات هسته‌ای به نوعی موسیقی پس زمینه سفر آقای بایدنه؟ Some sort of the background music to the trip President Biden is going through. Well, I know he would like to reset the JCPOA. The Iranians have not been honest brokers in the negotiations. So I. میدونم که بایدن مایل به از سر گرفتن برجامه، منتها حکومت ایران مذاکره کننده صادقی نبوده. در غرب اینطور برداشت شده که مذاکرات به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی درخواست پشت درخواست میده. دوربین ها را از تأسیسات برداشتن و اعتماد زدایی شده. نمی بینم که رئیس جمهوری آمریکا بتونه در این سفر مجدداً برای شروع دوباره مذاکرات برجام کاری بکنه.
re-engage to get the talks started again on this trip. فکر میکنم شما بیش از دو دهه خلبان هواپیمای جنگی بودید. بله، من حدود 25 سال سابقه پرواز با هواپیمای F-15 دارم. به نظر شما آیا ایالات متحده باید در حضور نظامی خودش در منطقه تجدید نظر کنه؟ از کدوم جهات؟ از نظر پروازهای اعزامی در کویت، قطر، عربستان سعودی، پرواز جت‌های بدون سرنشین و از این قبیل. اونها رو به میزان چشمگیری کاهش دادیم. پایگاه هوایی الودید در قطر پایگاه بزرگی بود. تأسیسات الان ما در اونجا اصلا به گرد اونایی که قبلا بود نمیرسه، چون پروازهای جنگ افغانستان به جز اونایی که از ناو هواپیما بر بلند میشد همشون از الودید انجام میگرفت. ما الان دیگه اون همه نیرو در منطقه نداریم. یه پایگاه عملیاتی هم در کویت برای ارتش داریم. نیروی هواییمون در قطر و نیروی دریاییمون در بحرین. البته صاحب امکاناتی هستیم که در صورت نیاز بتونیم بر مبنای اونا حضور بیشتری داشته باشیم. اما فکر میکنم هرچی که الان داریم کافیه. میدونید پس نیازی به تقویت نیروها در منطقه نیست؟ نه، مگر اینکه احساس بشه تهدیدی در حال شکل گیریه. و چون این خطری رو از جانب ایران احساس نمی کنید؟ نه، ولی این حرف معنیش این نیست که در آینده هم چنین خطری رو احساس نخواهیم کرد، ولی فعلا نمی بینیم. بعضی استدلال می کنند که نیروی دریایی آمریکا به این نیاز نداره که به طور ثابت یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس داشته باشه. آیا با این حرف موافقی؟ من در واقع شانس پرواز از ناو هواپیمابر استنیس رو داشتم. نکته جالب اینه که وقتی هواپیما از ناو بلند میشه میتونید عربستان سعودی رو در یک طرف و ایران رو از طرف دیگه ببینید. خلیج فارس عرض خیلی زیادی نداره، بنابراین اون گروه ضربت پوشش کافی و ظرفیت مقابلاتی بسیار قدرتمندی داره. فکر نمی کنم حضور نیروی دریایی ما اونقدر زیاد باشه. Establishing that precedent to keep international waters open. And we are a huge part of all the major exercises. ما قبلا دو گروه ناو هواپیما برداشتیم. حالا رسوندیمش به یکی. این اندازه حضور فعلا مناسبه. We used to have two carrier groups down to one. That's about right. شما به پرونده جمال خاشقچی اشاره کردید. شما بهتر از هر کسی میدونید که عربستان سعودی یک دموکراسی نیست، اما آیا میشه اون کشور رو به یک نفر تقلیل داد؟ خب ببینید، عربستان سعودی در طول تاریخش از ملک عبدالعزیز گرفته تا حالا اینطوری بوده که رئیس کشور همه چی رو تعریف کرده. ملک سلمان و از طریق او ولیعهد محمد بن سلمان رهبری کشور رو بر عهده دارن. بنابراین اگر میخواید بگید که همه چی دست یه نفره، خب بله، پر بیراه نرفتید. نظرتون درباره اصلاحات اجتماعی که در عربستان سعودی در دست اجراست چیست؟ Hugely important. And I think we have to give Mohammed bin Salman a lot of credit here. خیلی مهمه، بسیار مهمه. و من فکر می‌کنم که باید به محمد بن سلمان اعتبار زیادی در این مورد بدیم، چون او کشوری رو که جناح راست افراطی مذهبی همه چیش رو تعریف می‌کرد، گرفته و در عرض چند سال متحول کرده. الان شده شبیه دبی و ابوظبی. It looks like Dubai and Abu Dhabi. Okay. And what he's doing. فکر میکنم خانواده سلطنتی یه روز صبح از خواب بیدار شد و گفت پایگاه حمایتی ما که جامعه مذهبی خیلی خوب بهمون خدمت نکرد. درستم گفت. بنابراین تصمیم آگاهانه‌ای گرفت و پایه حمایت از رهبری کشور رو از جامعه مذهبی به جوانای کشور منتقل کرد. من فکر میکنم این کاریه که بن سلمان داره انجام میده. بن سلمان نزد حدود 90% از مردم کشور قطعاً جوانای کشور محبوبیت داره. And I think he's got about a 90% approval rating from people in the country, certainly the young people of the country. تغییر عظیمی رو در فرهنگ کشور ایجاد میکنه. شما از یک
غربی بپرسید چی براشون از همه مهمتره، میگن آزادی. وقتی از یه شهروند سعودی بپرسید مهمترین چیز چیه، خواهید شنید برخورد با بی‌ثباتی. مردم عربستان بیش از هر چیز از هرج و مرج میترسن. They fear chaos more than anything. So I think his strategy is I'm going to allow. فکر می‌کنم استراتژی بن سلمان اینه که میگه من اجازه این تغییر یعنی آزادی اجتماعی رو میدم، اما نمیتونم اجازه بدم که از کنترل خارج بشه. برای اینه که آزادی‌های سیاسی رو محدود کرد. I agree with that, but I think that's what a strategy is in order to keep this from getting out of hand like it did in Tunisia and Cairo and زمانی که شما سفیر ایالات متحده در ریاض بودید، آقای بایدن در مقام معاون رئیس جمهور به اون کشور اومد. آیا میتونید به ما بگید الان که آقای بایدن در مقام رئیس جمهور راهی منطقه است، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ خب اول از همه برت مک‌کرک اونجا بود، بنابراین امیدوارم که برنامه‌ریزی لازم برای این سفر شده باشه، چون معمولاً سفرهای با برنامه بهتر از آب در میاد. فکر میکنم رئیس جمهوری بایدن گفتگوهاش رو بر تشویق سعودی ها در مورد یمن متمرکز خواهد کرد، چون آتش بس برقرار کردن. آتش بس رو هم تمدید کردن. حالا گفتگوها باید به این سمت بره که چطور میتونیم از آتش بس بریم به طرف پایان دادن به عملیات نظامی در یمن. این خیلی مهمه. تمرکز دیگرش هم روی ایران خواهد بود. این قرار موضوع کلیدی گفتگوها باشه. And once you get through talking Iran itself, زمانی که بتونید به گفتگوها با خود ایران برسید، اون وقت میتونید به موضوع رابطه با اسرائیل و پیمان ابراهیم بپردازید. این دیدار صرفاً ملاقات رئیس جمهوری بایدن با ملک سلمان و اطرافیانش از جمله محمد بن سلمان نیست. And it's not just meeting with the President Biden and King Salman and his staff, including Mohammed bin Salman. It's a regional. این گفتگویی خواهد بود با همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در جده. این رویداد گسترده تر از روابط ایالات متحده و عربستان خواهد بود. امیدوارم رئیس جمهوری این تصویر رو ارائه بده که ایالات متحده با وجود اینکه از عراق و افغانستان بیرون اومده، ولی همچنان به عنوان یک شریک در روابط با شورای همکاری خلیج فارس به سرنوشت منطقه متعهده. انرژی چطور؟ آیا فکر می‌کنید رئیس جمهور با این سفر اونها رو به افزایش تولید نفت مجاب کنه؟ It may come up, but quite honestly, ممکنه صحبتش پیش بیاد، اما صادقانه بگم سعودی‌ها فقط کمی میتونن تولید خودشون رو افزایش بدن، شاید 500,000 مشکل در روز برای حدود 6 ماه. در امارات متحده عربی فکر کنم اونها هم محدودیت‌هایی دارن، بنابراین کار زیادی نمیتونن بکنن. فکر نمی‌کنید این کار بر قیمت سوخت تأثیری بگذاره؟ نفت هم مثل هر چیز دیگه یک کالاست. اونا که نمیتونن اونقدر تولید کنن که خلأ حاصل از عدم تولید ایران رو جبران کنن یا جای نفتی رو که روسیه به اروپا میداد بگیرن، ولی تفاوت خیلی زیادی نخواهد کرد. ممکنه این بخش محدودی از گفتگوها رو تشکیل بده، اما هم رئیس جمهوری بایدن و هم سعودی ها میدونن که عربستان سعودی فقط تا حدی میتونه در این مورد کاری بکنه. So it may be a limited part of the conversation, but he and the Saudis know that there's only so much the Saudis can do on this issue. Based on your understanding of Saudi leadership, رهبری عربستان سعودی در مقابل چه خواهد کرد؟ Most of the issues that are U.S. interests, I would argue, are Saudi interests as well. بیشتر مسائلی که منافع ایالات متحده رو تشکیل میده منافع عربستان هم هست و ایران در صدر فهرست قرار داره، ولی برای سعودی ها ایران در مرکز گفتگو هست. سعودی ها در مورد برجام هرگز به اندازه ما نگران توانایی اتمی ایران نبودن. اونها بیشتر نگران دخالت ایران در منطقه هستند. این بخشی از استراتژی روشنیه که ایران از سال 1357 و 58 در پیش گرفته، و اون اینه که خمینی در اوایل میخواست ایران رو به عنوان کشوری مسلط در منطقه در بیاره. دو راه برای انجام این کار وجود داشت. شما میتونستید میلیاردها دلار برای ارتش خودتون خرج کنید یا اینکه همسایه هاتون رو ضعیف کنید. قدرت یه پدیده نسبی است. خمینی early on wanted to establish Iran as the dominant country in the region. There are two ways of doing that. جمهوری اسلامی گزینه دوم رو انتخاب کرد. استراتژیش در تمام طول این مدت کشیدن فرش از زیر پای همسایه‌هاش و تضعیف اونها بوده تا از نظر قدرت نسبی جلو بیفته.
عربستان سعودی نگران اینه که یه زمانی صحبت از هلال شیعه میشد و الان خودش رو در محاصره ی حلقه شیعه میبینه. این مسئله برای عربستان سعودی مهمتره. در مورد یمن هم حمایتی از حوثی ها میشه و براش مهمه. بنابراین زمینه مشترک برای گفتگو وجود داره. اینطور نیست که ما فهرستی از اقداماتی داریم که میخوایم انجام بشه و اونا نمیخوان انجام بدن. It's not going to be a list of things we want done that they don't want to do. Because of the concern of the human rights issue. میدونید به دلیل نگرانی هایی که بابت نقض حقوق بشر وجود داره، عده‌ای تردید دارن که این سفر اصلا به نتیجه برسه. بعضی حتی میگن چرا حالا، چرا رئیس جمهور در شرایطی که نمیشه انتظار دستاوردهای ملموسی رو داشت به منطقه میره. As you well know, everything in the region is about relationships. همونطور که میدونید همه چیز در منطقه برمیگرده به اعتماد متقابل و روابط. همه چیز. Things were done at midnight over a coffee. And you موقعی که من سفیر بودم بعضی وقتها کارها در نیمه شب سر یه فنجون قهوه انجام میشد. قبل از اینکه شما اساساً بتونید کاری انجام بدید، ابتدا باید اعتماد سازی کنید. این مهمه که رئیس جمهوری برای اعتماد سازی وقت بذاره، چون هیچ وقت نمیدونه چه شرایط اضطراری ممکنه در آینده پیش بیاد که لازم بشه. این سفر ممکنه دستاوردهای ملموس یا فوری زیادی نداشته باشه، اما زمینه رو برای همکاری ائتلاف کشورهای همفکر و همسو در آینده فراهم میکنه. پس شما فکر میکنید رابطه‌ای که آقای بایدن با اروپایی‌ها داره در حال حاضر با رهبران خاورمیانه نداره؟ این حرف 100% درسته. کاملا. Thank you. Good talking to you, sir.